با عرض شب خیر و درود به دوستان عزیز، موشی ایساخان هستم در یک برنامه دیگه در کنار خانم دکتر فریبا ربیزاده. دوشنبه شبا ساعت 8 معمولا این برنامه رو داریم، ولی بعضی وقتا بنا به دلایلی اینا رو عوض میکنیم. امیدوارم که مورد قبولتون قرار بگیره و هفته خوبی داشته باشید. این برنامه الان زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب پخش میشه و بازپخش برنامه از طریق کانال 198 GL20 در آمریکا و کانادا و ساتلایت و دیش در ایران خودمون و کشورهای آسیایی پخش میشه و همچنین بعد از اتمام برنامه فایل صوتی برنامه رو در میاریم و از طریق واتساپ و تلگرام در اختیار همه دوستان قرار میدیم. خانم دکتر، خوش اومدید برنامه خودتون. سلام ربای عزیز، مرسی که دبای منو اینجا دعوت کردید. خب دیگه برنامه خودم شد دیگه، دعوتی. مرسی باز این فرصت به من دادین که با عزیزان اینجا باشم. سلام به همه عزیزان که اینجا هستن، اشخاصی که من نمیشناسم. فریبا ربیزاده، مشاور خانواده هستم و کارم بیشتر با تروما، انگزایتی، رابطه هاست، ولی برای نشنال لاینس آن منتال ایلنس قسمت ایرانیشون تا اونجا که بتونم کمک میکنم به طور رایگان. برنامه یک اسوسییشن نشنال لاینس آن منتال ایلنس که کمک میکنه به عزیزانی که سیویر منتالی ایل در خانوادهشون یا عزیزشون را بعد نمیدونن چجوری باشون کمک کنن. کلاس های آموزنده داره و سورس های مختلف در اگه احتیاج داشته باشن. خیلی هم خوب، تو آمریکا خدا رو شکر کمک همه جا هست، ولی فکر کنم دوستان نمیدونن و این برنامه که شما میذارید یه مقدار باز میکنه، میتونن تماس بگیرن اگر مشکلی دارن، خجالت نکشن و بتونن این کمک رو بگیرن. امشب هم تا دوستان بیان بحث فکر کنم داغ و قشنگی داریم. البته خیلی ما سعی میکنیم با کمک خانم دکتر ربیزاده خیلی ساده صحبت کنیم، چون اینفورمیشن اطلاعات که گوگل فراونه، روانشناس هم که روز همه فکر کنم دکتر روانشناس هم. ولی چگونه اینو مورد استفاده قرار بدم به زبان عامیانه، اینه که از وجود شما داریم کاملا استفاده میکنیم و بحثایی هم که انتخاب میکنیم معمولا تو جامعه مسائلی پیش میاد یا به ذهن من یا به ذهن شما میخوره و اینا میخوایم که دوستان دیگه هم مورد استفاده قرار بدن. با زور به بهش نفرستید، چون بعضی میخوان با زور به مردم خدمت کنن، کمک کنن، هم نیت خیر دارن. ولی هفته پیش که مسئله کیسی بیشم و با هم صحبتی که کردیم شما یه نظری گفتیم و خیلی قشنگ و گفتم این تاپیک رو به ما داد که با دوستان شیر کنیم، به اصطلاح اشتراک بگذاریم، که کمک کردن هم عالیه ولی طریقه درست، helping the right way، هر چیزی زمان خودش، مکان خودش، اونجوری که باید، آیا طرف آمادگیش داره، نداره، میخواد خودش اصلا کمک کنن. بعضی هم میخوان برای این مردم که میگیم بازور به بهش بفرستن، بهش عالیه، ولی بازور یه نفر به بهش فرستادن درست نیست. تو پرانتز هم بگیم هدف دوستان فقط این اصطلاحه که میگیم بازور به بهش فرستادن، ولی هدف اون دنیا نیست، اون به هدف این دنیا هست که این دنیا رو بهش کنیم. کسی فکر فرار اینجا بهتر اینجا هست. خلاصه بود برای شروع برنامه. خیلی قشنگ گفتی، من یه مقدار اضافه کنم. حالا این لغت بهشت و بعضی ما نمیخوام اشتباه کسی متوجه بشه، ما منظورمون این بودش که اون چیزی که ما یا شخصا میخوام به یک کسی کمک کنی و ما فکر میکنیم راه درسته و اون شخص به هر دلیل اون راهی که ما فکر میکنیم راه درسته به قول شما آسان ترین راه برای بهش رفتنه نمیخواد از ما قبول بکنه. و حالا این بهشت یا اون راه درست هر کسی یه معنی خودشه داره. حالا داریم در مورد بهشت و این چیزا صحبت میکنیم. این فیلم مارمولک اگه کسی ندیده لطف کنید ببینید، که چند همه حرف توی مارمولک این بود که میگفت راه های مختلفی هست که آدم بتونه به بهشت و به خدا نزدیک بشه و این راه ها به قول شما یکیش بلندتر، یکیش کوتاه‌تر، یکیش امروز، یکیش فرداش، یکیش راهی که من میگم، یکیش راه یکی دیگه است. ولی مهمترین حرف که ما امروز میخوایم بزنیم اینه که اگر میخوایم به کسی کمک کنیم، این کمک ها ما چجوری بذاریم بکنیم، چجوری انجام بدیم که تو این کمک کردن ها به قول شما نه چوب بسوزه، نه چی میگن، نه چی میگن، نه یه اصطلاح قشنگه، یعنی که به هر حال دو طرف نسوزن. حرف اینه که
که دوتاشون اونجا بتونن با این راهنمایی که میکن یه جوری استفاده بکنن، یعنی که بیشتر اذیت آزار نشن و حرف امروز ما بیشتر در مورد اینه. خیلی هم خوب. پس این بهشت معنی های مختلف داره، ولی اون چیزی که بهشت به زبان من شما یا اون چیزی که ما فکر میکنیم اصطلاح عامیانه است به کار میبریم، ولی هدف اون چیزی که ما درست فکر میکنیم درست برای یه شخص دیگه، راه بهتر، راهی که ما بیشتر اکسپریانس کردیم، میدونیم راه درست‌تر، آسان‌تر، سریع‌تر، سالم‌تر، بی‌دردسرتره. اون راهو ما بهش میگیم بهش به خود شما. حالا هر کسی بهشتش براش برای خودش ممکنه فرق داره. ولی بعضی کشورها واقعا بازور میخوان مردمشون به بهش بفرستن. مثل ایران. ما در مورد صحبت. ما در مورد صحبت نمی‌کنه به خاطر اینکه می‌بینی که کار نمی‌کنه. هیچ کی به زور نمی‌تونه به بهش اگه خودش نخواد. همه حرف من شما امروز همینه. حتی توی مذهب، حتی توی دین، حتی توی تراپی، حتی توی سپریچوالیتی، هیچ کس وقتی یکی بخوایم به زور به یه طرفی اجتماعی بریم، بیشتر موقع نشونن تازه برعکسش هم میره. اونجا که نمیره چی ممکن درست برعکسش بره، نه تر به سوزه نخوش. بله من میخوام، مرسی که گفتین درست، همونو میخواستم. این پایین هم ببخشید شکرت کردم، خانم دکتر فریبا ربی‌زاده، اگر بخواید تماس باهاشون بگیرید 424-295-0909 تلفن رو یادداشت کنید 424-295-0909 شماره راندی هم هست. بله. خب حالا ما داشتیم در مورد این صحبت میکنیم که مایی که مثلا به قول شما، شمایی که ربای هستین، منی که تراپیست هستم، یا یه مادری که بیشتر میدونه، یا یه بزرگتر که یه چیزی رو بیشتر از دیگری میدونه، ما چجوری میتونیم کمک بکنیم و کجا باید بدونیم که دیگه کمک ما کمک نیست، ممکن حتی دردسر برای خودمون ایجاد کنیم برای دیگری. نیستی خیلی مهمی که میخوام از همه مهمتر اول میخوام بگم اینه که خیلی مهمه وقتی ما به یکیسی کمک میکنیم، هم احترام خودمون رو نگه داریم، هم انطراف احترام شخص رو نگه داریم. و اگر نتونیم حرفمون رو بگیم، یعنی حرفمون رو به گوش طرف برسونیم، خیلی مهمه که بتونیم هنوز رابطه سالم با شخص نگه داریم، به خاطر که تنها شانسی که ما داریم یه موقع بتونیم حرفمون رو به طرف برسونیم، اگر حرفمون براش ممکن کار بکنه، اینه که رابطه سالم رو نگه داریم. واسه همین خیلی مهمه که آدم حتی اگه میخواد حرف رو بزنه، خیلی مهمه که چجوری این حرف رو میزنی، چقدر فشار میدید. یه ذره فشار نه، ولی خیلی که فشار نده که از اون برای در بیاد. و خلاصه یادم باشه که آدم ها حق انتخاب دارن، حق تصمیم دارن، و حتی حق اینو دارن که اگر ما فکر میکنیم اشتباه خودشون رو بکنن. بس همین، این مهمترین چیزی که من میخوام به صحبت بکنم و بعد دیگه ادامه میدیم. پس همه ما حق انتخاب داریم، حق تصمیم داریم، حق اشتباه داریم، به خاطر که اونجوری که رشد میکنیم، اونجوری که چیز یاد میگیریم. حتی اگر اون نیت پاکی هم که داریم و واقعا میخوایم به طرف کمک کنیم و واقعا هم طرف احتیاج به کمک داره، ولی اون حق انتخاب داره، اگر کمک رو نخواد بگیره، من نمیتونم با زور به اون کمک کنم. درسته؟ منظورت اینه؟ نمیتونم به زور بگم، میتونم حرفمو بزنم، میتونم بشنومش، میتونم بفهممش، میتونم بهش کمک کنم. اگر مثلا راههایی هست که بخاطر اون راه مثلا چیز من نمیتونه قبول کنه، بهش کمک کنم، راهو برش جلوش بعده. ولی آخر سر تصمیم اون شخصه. ما نمیتونیم هیچ کسی بخوام که مثل من زندگی کنه، مثل من دین رفتار کنه، مثل من اونجایی که من میخوام زندگی کنه، به اون چیزی که من اعتقاد دارم زندگی کنه. این حق آزادی کسی رو گرفتنه. حتی خدا به ما عقل داده که خودمون برای خودمون تصمیم بگیریم، برای خودمون اشتباه کنیم. من کی هستم که بخوام به زور به کسی دیگه چیزی رو بچپونم؟ ببخشید لغت بحث من. درست، خیلی قشنگه. واقعا تو همه ادیان فکر کنم باشه، مثلا ما که یهودی هستیم بهش میگن حق انتخاب. حتی فرشته ها هم حق انتخاب ندارن. مثلا یه فرشته آفرید شده خوبی میکنه، نمیتونه بدی کنه. فرشته که مثلا بعد ما بهش میگیم شیطان یا شیطنت میکنه، نمیتونه خوبی کنه. ولی انسان فاعل مختاره، هر کاری بخواد. و زیبایی انسان اینه، و خیلی قشنگ گفتین، خداوند اینو میخواد و هیچ کس اجازه نداره اینو از اون بگیره. من میخوام فرزندم، تو با این ازدواج کنی، شما نخواد با اون ازدواج کنی، حالا واردش میشه حتما صحبت میکنی، برو دکتر شو، شما نخواد دکتر بشه، هم که نمیتونن دکتر و وکیل بشن.
این حق انتخاب ما از بنام تو جامعه ما این فکر کنم خیلی میلنگی میتونین و خیلی ممنون که شما اینو بخواهم بازش کنید امشب. آره. و قبل از که شروع کنیم اول از همه بیشتر حرفایی که ما اینجا میزنم فقط نظر منه، هیچ چیز بعضیش ممکنه از یه جای ریسرچ کردم زدم بیم، ولی اکسپریانس من، اکسپریانس شخصم، اکسپریانس کاریمه، اکسپریانسم با عزیزانی که با 12 قدم کار میکنم، اکسپریانسم با نامی که نشان لیستان منتالینس که باش کار میکنم و یه مقدارش از چیزهایی که خوندمه و تراپی نیست، یعنی اینو به عنوان تراپی نبینین و این مهمه که بگم، ولی مهمتر از همه چیزی که میخوام بگم، اگر عزیزی دارین که دراگ خیلی 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 بدجو داره استفاده میکنه که جون خودش تو خطره، اگر عزیزی دارین که توی منتال ایلنسی داره که خودش داره آزار میده یا شما داره آزار میده یا مثلا اسبابای خونتون داره به فروش میده، زندگیتون رو داره میسوزونه، اونجا دیگه حق اون شخص نیست، اونجاست که شما میتونه هم به 911 زنگ بزنید، هم به بیمارستان زنگ بزنید، هم به پت تیم زنگ بزنید، هم کمک هزارتو بگیم و اونها میان میبرنش دیگه، اونجا شما زور دارید، حتی فکر نکنید جو زور نداری. ما داریم در مورد عزیزانی میگیم که به خودشون خیلی صدمه نمیزنن، به دیگری صدمه نمیزنن و یه کارایی میکنن که راه درستی نیست، ولی اون قدم نیست که بخوام ببرن. یه چیزی که توی امریکا وجوده و من خودم چندین با این موضوع دیدم و استفاده کردم، عزیزانی هستن که توی خونه هستن، خودکشی نمیکنن، ولی اینقدر بعد غذا میخورن، اینقدر خودشون نمیرسن، اینقدر کار نمیکنن، حموم نمیکنن، به خودشون نمیرسن. و عزیزانی که با این آدم ها زندگی میکنن، یه مقدار کار من با نامی همینه، واقعا حس میکنن که هیچ کنترلی به این شخص نداره، نمیتونه به زور ببرنش بیمارستان، نه کمک تراپی میخواد بگیره، نه میخواد کمک بگیره. و این عزیزان واقعا یه جورایی هست که آدم باید یاد بگیره. و تو نامی، یک کلاسی که من تو نامی درس میدادم و الانم هنوز به انگلیسیش، ولی متاسفانه به فارسیش نیست، فقط به شما یاد میده چجوری دنبال آدمی باشین که مشکل خیلی شدیدی داره ولی حاضر نیست حرف گوش کنه، حاضر نیست کمک بگیره، حاضر نیست حرف درست رو گوش کنه، حاضر نیست همون کنه، حاضر نیست کار کنه، حاضر نیست هیچو به خودش کمک کنه. به خاطر اینکه یه چیزی که ما متوجه نمیشیم، وقتی با آدمهایی باشی که اینقدر سخت و سفتن و شما میبینین که دارن خودشون رو اذیت میکنن، هر کسی که یه قلبی داشته خب دلش میسوزه، مخصوصا اگه خانواده باشه، حالا دور باشه هیچی. It's really hard که آدم ببینه یه نفر اشتباه داره میکنه یا یه راه اشتباه میره، یه مشکل روحی روانی داره و نمیخواد کمک بگیره. خیلی سخته، مخصوصا توی خونه باشه زندگی میکنی. اینم کیس نرماله یا جز کیس امرجنسی که باید مثلا ریپورتش کنن؟ نمیتونی ریپورت کنی. همین دارم بهتون میگم، توی قانون امریکا اینجوریه، اگه کسی توی خونه باشه به خودش صدمه نمیزنه، به شما صدمه نمیزنه و یا اینکه به چیزی صدمه نمیزنه، شما نمیتونین وعده ریپورتش کنین به زور بهش بیمارستان، نمیبرنش. یعنی اینقدر بد باشه به اونجا برسه که ببرنش. تو ایران فکر نمیکنم اینجوری بشه، شاید هم بوده، من نمیدونم. حالا مثلا اونو باید یاد بگیرن که چجوری با اینا کلنجار برن، چجوری با اینها باشن، جوری که اونا مریض نشن و خودت مریض نشی. به خاطر اینکه آدمی که دور بر یه آدمی که اینقدر سفت و سخته، خودش میتونه مریض بشه. اینکه یه حد مرز خوب و سالم میگرده، تا کجا من میتونم کمک کنم، تا کجا بول کنم که اشتباه خودش بخوره، سرش به زمین بخوره، چی بشه، اون دیگه یه چیزایی که باید یاد بگیم. بخاطر که ما یه چیزی که توی ایران یاد نگرفتیم و واقعا فکر میکنم فرهنگمونه، فکر میکنیم واقعا با زور و کتک و به زور و با چی میتونیم یکی رو که نمیخواد کمک بگه واقعا بهش کمک کنیم. تو اینجا نمیتونه. شما اگه خدای نکرده یه نفری که منتال ایلنس داره، دیپرشن داره، به زور کتکش بزنی یا به زور سرش داد بزنی، میتونن بیان اونجا شما ببرن زندان به خاطر که ابیوز کردی یه نفری که مریض میتونه باشه. تو ایران میکردیم البته، ببخشید، تو ایران خوب مثلا اونایی که خدای نکرده دیپرشن داشتن، مریض بودن و به زور و کتک و همه چیز میکردن، هیچ کس هم جلوی اینا نمی، ولی اینجا یو کن نات دو دت از قانونی.
نوعی مختلف اشاره کردین، اکستریمای مختلف، اینجوری اونجوری. ما در مورد کیس نرمال فکر کنم بیشتر می‌خوام. ما داریم در مورد کیس حالا نرمال تایش صحبت می‌کنیم، ولی اونایی که خیلی 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 دیگه اذیت میشه ما در مورد اون صحبت نمی‌کنیم. اونایی که فکر می‌کنید شما اذیت می‌کنید خودشون واقعا در ایمیدیتلی اذیت می‌کنن، 911 بیمارستان یو تیک گرفتن. فقط ما خواستیم فرقش رو بدونیم. ولی توی آمریکا کسی که یک کمی دیپرشن داره یا دیپرشنی داره که تو خونه نشسته ولی کسی به آزارش به خودش و دیگران نمیرسه، به زور نمیبرنش. ولی زندگی رو برای همه جهنم میکنه ولی هیچ کارش نمیشه که. تنها کاری که میتونیم بکنی همینه، میخواستم بگم، دوباره میگم، و کار نامی هم همینه و بیشتر تراپیست هم میتونم بکنم، فقط نامی نیست. اینه که بدونین چجوری دوباره این باشین که خودتون مریض نشین. چون آدم وقتی دوباره آدمی که اینقدر مریض و هر کاری میکنه میبینه نمیتونه هیچ کمکی بش بکنه، و اگه مادری، خواهری، شوهری، زنی، واقعا میتونه شما رو دیپرس کنه. هیچ وقت هیچ که در مورد این موضوع صحبت نکرد که چقدر سخت آدم دوباره آدم سفت سخت باشه که نخواد کمک بگیره. و میتونه مریضتون کنه. مثلا خیلی مهمه که اگه دوباره چنین آدمی دارین باش زندگی میکنین، خیلی 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 مهمه که کمک بگیرین، که باندری سالم رو یاد بگیرین، بدون کجا خطا بکشین. اوکی؟ تا اینجا خوب؟ حالی خب. و اگر خیلی ایمرجنسیه اونجا ما در مورد صحبت میکنیم. بعد داشتیم در مورد کمک کردن صحبت میکردیم. یه چیزی که ما در مورد کمک کردن به دیگران خیلی همون نمیدیم، حتی برای بچه های خودمون هم نمیدیم، نه فقط برای آدم هایی که سختن یا چیزا نمیدیم، نه که همونقدر که بی‌اعتنایی توجه نکردن به یه بچه یا به آدمی که مثلا مشکل داره میتونه طرف دمش کنه، زیادیم زیاد از حدم بهش زور گفتن و بولی کردنش و مجبور کردنش کاری که نمیخواد بکنه، اونم میتونه اذیتش کنه. یعنی دوتاش میتونه صدر برسونه. حالا صدماش خیلیه، براتون خیلی میگم. اولا که یه لیست از صدمه ها دارم میتونم بهتون بگم، یا یعنی که میتونیم بعدا در مورد اون صحبت کنیم، همجور ادامه بدم برمجور. ولی صدمه خیلی زیادی میشونه شما به یه شخص برسونین که آماده نیست که کمک بگیره و داره زندگیشو میکنه. حالا میتونه بچه باشه، بزرگ باشه، دراگی باشه، منتال ایلنس داشته باشه، یه تصمیم اشتباهی تو زندگیش میخواد بگه شما باش اگری نمیکنی. ولی اینکه زور بهش بگین یا اینکه بی‌اعتنایی کنی، دوتاش اذیتش میکنه. حرفتون رو زدن خوبه، حرفتون یه جور آروم زدن خوبه، ولی اگه با زور و کتک و بی‌احترامی و فشار و این چیزا باشه، خیلی اتفاقای بدتر میتونه بیفته. خیلی بدتر. تا اینجا خوب؟ یا میخواییم در مورد بدترش بگیم چی میشه؟ کدومشو میشه؟ کدومشو دوست دارم؟ هرجور خودتون سلام. میخواییم چند حالی دیم در مورد این صحبت کنیم؟ میگیم چرا باید ما فشار نگیم؟ چون حرف امروز اینه که چرا نباید زور بگیم، چرا نباید اذیت کنیم. اول از همه ریسرچ نشون داده که وقتی که شما به یه نفر که نمیخواد کمک بکنه به زور کمک میکنید، باعث میشه رابطتون خراب شه. یعنی چی؟ یعنی که اون شخصی که اومده از شما کمک بگیره یه احساسی میکنه که شما نمیفهمیش، شما نمیشناسینش، پس یه حالت دوری که ازتون پیدا کنه، پس اون چانسی که شما حتی بعدن هم بتونید بهش کمک کنین از این میگیری. اوکی؟ تا اینجا خوب؟ پس رابطه یه پرابلم به وجود میاد که حتی بهتون ممکنه دیگه بر نگرده، کمک نگه، بهتون اطمینان نکنه، حتی ازتون فاصله بگه، اوایدتون کنه، به خاطر اینکه حس میکنه که شما نمیفهمینش. این در مورد طرف نگیم که میخواد مثلا با زور به یه نفر کمک کنه، ولی اگر اون طرفی که گیرنده هست اون حالیش نیست. آفرین. ولی اون طرف که گیرنده هستش، وقتی که میبینه مثلا شمایی که به من میخوای منو به زور ببرین بهش، میخوای به من به زور یه چیز بگیم، هی من میگم نه، هی شما من اصرار میکنه، هی به من فشار میه، باعث میشه که من دیگه به شما اطمینان نکنم، فاصله بگم، بخاطر اینکه وقتی با شما هستم یه احساس بدی میکنم، حس میکنم من نفهمم، من بیشعورم، من بچه هم، من کوچیکم، من یا اینکه اصلا منو نمیفهمی، و واسه همین دلخور میشه، بیشتر گوشه‌گیر میشه. و بدترین چیزی که آدم میتونه بکنه با یه نفری که کمک احتیاج داره اینه که تنهاش بذاره. و این بهترین راه که اینه که تنها بذاره، اینه که حس کنه که شما اگه همینجور که هست، همین جایی که هست، قبولش نده، حتما بعد عوض بشه. مثلا میره به خاطر خجالت و شرم و به خاطر هر چیز دیگه که نمیخواد در مورد موضوع صحبت کنه ازتون دور میشه، و
اون خیلی خطرناکه. ترجمه خوب شد؟ متوجه شدید چی دارم میگم؟ آره. چیزی هم به فارسی میگن نباید آدم کاسه داغ‌تر از آش باشه. نمیتونم به جای این تصمیم جون زندگی کنم. این زندگیمونه. ولی وقتی زیاد اصرار میکنی، وقتی زیاد فشار میاری، وقتی زیاد پوش میکنی، اون طرفی که مثلا به شما اطمینان کرده، به طرف شما اومده، ازتون کمک کرده، یه دیواری به وجود میاد که حس میکنه شما نمیفهمیش، ازتون فاصله میگیره و امکانه که طرف به پایین تر بیشتر میکنه. مثلا نمیخواد ازش دور بشی، ولی نمیخواد بهش فشارم بیاری. یه حالت این که تو هستی، منم هستم، من به حرف خودم میزنم، تو حرف خودت میزنی، من اینجا هستم، اگه کمکی میخوای هستم، میفهممت، متوجه میشم که میترسی، متوجه میشم که ترست نمیکنی، ولی من اینجا هستم. به خاطر که شما نمیخوای اونو مثلا تنهاشون بذاری، میخوام بگم شما که هستین، حتی اگه میخوای اشتباه کنی، اگه من اینجا هستم، کمکی بتونم بهت بکنم. پس این اولین مشکلی که اگر آدم به زوبه کسی کمک کنه اینه که اون شخصی که شما میخواییم بهش کمک کنیم ممکن ازتون اینقدر دلخور بشه که ازتون فاصله بگیره. Right? بعد دعوا و آرگومنت ها زیاد میشه. شما هی دعوا میکنه، هی داد میزنه، دوباره یه تشنجی که باعث اگر ایشون مثلا حالشون خوب نه حالشون حتی بدتر بشه. برای بچه هم همیشه فقط غریبه نیست. بازو بگه آقا مثلا تو باید این کار کن، اون کار کن، برو دانتان، برو دکتر شو، برو یه بار، دو بار، سه بار. با بچه کوچیک هم همیتون پاور استراگل کار نمی کنه. حرف من یا حرف تو هرچی من میگم تو بعد بکن دیگه کار نمی کنه. این مال 100,000 سال پیش بود. حالا توی امریکا ما یاد گرفتن حتی بچه کوچیک هم حق انتخاب داره. انتخاب کنه، نمیدونم کفش قرمز میخواد بپوشه، کفش سبز میخواد بپوشه. به قول شما تو همه سنی، برای همه جور، نه فقط اونا که منتاله، مثلا آدم های معمولی هم همینطور. ما میتونیم نظرمونه بگیم و نمیتونیم نظرمونه به زور به کسی بگیم. تحمیل کنیم. تحمیل کنیم. به خاطر که میگم این باعث میشه که رابطه تشنج توش بشه. رابطه خیلی نتونه رابطه سالمی بمونه. شاید که دلیل همینه که الان یه جنریشن گپ بین بچه‌ها و پدر مادرها که افتاده، یه جا خراب کردن دیگه، بچه‌ها احساس راحتی نمی‌کنن، باهاش شما تراس نمی‌کنن که بیان صحبت کنن. آفرین، خیلی حرف قشنگی زد، درست زدیم به هدف. به خاطر ما از اون فرهنگی میمدیم که ما بالایی داشته پایینی. یعنی چی؟ یعنی من که بزرگتر هستم، من که پدرم، من که مادرم، من که تراپیست هستم، من که ربای هستم، حتی بهتر میدونم. و تو بچه‌ای، تو کوچیکی، تو کمتر از من، پس تو هیچی نمیدونی. یه گپ بزرگی بینمون بود. ولی توی امریکا اومدیم هممونو ایکوالیم، هیچ فرقی نداره. حالا تو میخوای تراپیست باش، تو میخوای ربای باش، تو میخوای بزرگتر باش، تو میخوای کوچیکتر باش، هممون حق زندگی و حق تصمیم داریم. فقط به خاطر که سنت بالاتره، دانایی‌ت بیشتر از من، این حقو به تو نمیده که برای من تصمیم بگیری. درسته؟ حتی برای بچه ها مثل ایران اینجوری نبود. تو ایران من بزرگترم، من سنم بالاتر است، تو نمیفهمی، من بهت میگم تو میکنی. خیلی قشنگ زدیم به هدف. این یه چیزی که توی فرهنگ ایران ما بود. همه میگم من خوبی تو میخوام عزیز. آفرین. و اون قدرت رو داشتم و جامعه هم پشتت بود. یعنی یه حرفی یه پدر بزرگی یه پدر میزد، بچه باید گوش میکرد. ولی امریکا اونجوری نیست. یه بزرگتر یه کسی که چیز بفهم. درسته. یه چیزی میخواسته میگه؟ نه نه، داشتم گوش میکردم. آره، این خیلی مهم. باید کل اون پاور استراگل، یعنی یه کسی که بالاتره، یه قدرتی داره، یه چیزی میدونه، خدای دیگه هرچی میگه بعد دیگه چشم. تو امریکا میگه نه، تو ممکن ربای باشه، یه جای تو ممکن درست از من بگی، یه جای ممکن من درست بگم، نه من بهترم، نه بدتری، من راه خودم هم، تو راه خودتی، هممون ایکوالیم. واقعا بار دکتر بلاکری، یعنی دو سه بار گوش کردم، گفته بودن که حتی بچهای خودش هم نمیدونست چه رشته دانشگاه انتخاب کردن. من اینقدر بهش مثلا هر چیزی میخوام خودشون بهتر از من میدونن، تو امریکا بزرگ شدن میدونن. حالا من پدر مادر که از ایران اومدم، از دانشگاه چه میدونن که اوتوبار این رشته بار اون رشته. این بار تو دانتان شنی آقا بر این رشته پول خوب در میاد، دلیل نشد. واسه همین خیلی آدم باید بدونه اون پاور استراگل موازه باشیم، چون تو ایران ما از اونجا اومدیم که من به خاطر اکسپرینس خودم، پس من همه جوابا رو دارم، من همه چیزا رو میدونم، تو کوچیکتری یا تو نادانی، تو نمیدونی، من میدونم، تو نمیدونی. در حالی که تو میگه هر کی چیزایی میدونه، یه چیز من بیشتر تو میدونم، یه چیز تو میدونی، تو اکسپرینس تو، اینو میگه اکسپرینس من. پس همه ممکنه حق داشته باشیم. واسه همین با
باید احترام همدیگر نگه داریم، حالا هر سنی باشه، هر تصمیم باشه، هر کاری که داریم میکنیم. حالا با اجازتون، من به عنوان ربایی که مثلا میدونم در مورد مثلا ازدواج با من مشورت میکردن و خیلی وقتا کیسایی بود که مثلا پدر، نمیگم خیلی، واقعا خیلی وقت بود که پدر مادر نمیخواستن این دختر پسر با هم ازدواج کنن، یعنی ما مخالف 100% اینا بودن، ولی دختر پسر عاشق همدیگه بودن، همه چی هم خوب بود براشون، یعنی هیچ مسئله‌ای نداشت، وقتی نشستن پای صحبتشون همه چی خوب بود، ولی پدر مادره نمیخواستن و باعث بدبختی این بچه‌ها نسل آینده خیلی خوبی میشن، خیلی وقت همین پدر مادرها میشن. و اینجا مسئله است اینا به حرف اینا گوش کنن نکنن. و من میدونم از اینا من که خجالت نمیکشم، وقتی باهاشون حرف میزنم میرفتم اینا با این گستاخی دارن میخوان یه زندگی خوب به هم بزنن، منم بهشون میگم، میگم شما چه گلی به سر خودتون زنید که حالا میخواین برای اینا تصمیم بگیرید؟ آیا ازدواج که خودتون گرفتین واقعا 100% راضی هستین؟ پس شما به اشتباه کردین، هیچ کسی نیست بگه من 100% چیزم، حالا میخوان به اینا تعمیل کنید. و باور کن حتی تو این تابستونم چند تا کیس بود به هم خورد، یعنی که پدر مادرها نمیخواستن، ولی بچه ها همه چی قشنگ واقعا واضح کلیر جلو چشمم بود، خودشون هم ماشاءالله تحصیل کرده بودن دانشگاهی، ولی پدر مادر نمیخواستن. نه یه چیزی بهتون بگم، توی فرهنگ ما شیم و احساس گناه و خجالت باعث میشه که بچه های خیلی کاری کنن که نمیخوان، یا پدر مادر های کاری بکنن که نمیخوان، یعنی واقعا بچه ها انقدر احساس گناه میکنن که دل مادر و پدر، بچه ها پدر مادرشون رو بشکنن، به قول شما یه کسی که دوستشون دارن ول میکنن با اینکه فکر میکنن کار درستی نیست، یا یه کاری میکنن که فقط به خاطر اینکه نمیخوان پدر مادرشون دلشون بشکنن، از احساس گناه و خجالت. بله خب این حماقته. به نظر من یه مسئله که دکتر پسرها دارن اینه که سلف استیمشون، حرمت نفسشون خیلی پایینه. اینا اگر واقعا برای خودشون شخصیت داشته باشن، آدم باشن و با هم همخون باشن، با هم صحبت بکنن، همه دنیا هم زده اینا باشن، میرن ازدواج میکنن آبرومندانه قشنگ با احترام پدر مادر، بدون که بخوان بی احترامی کنن. ولی مسئله فقط پدر مادر نیستن، جوونا هم میلنگن، یعنی اینقدر واقعا اعتماد به نفس ندارن. بنابراین خیلی خیلی مهمه شما مثلا فکر کنم به عنوان روانشناس شما با بگیم، ولی من گفتم به جای شما، سلف استیم اگر روش کار کنن تمام این مسائل فکر کنم حل میشه. سلف استیم و آیدنتیتی، میدونی ما آیدنتیتی نداشتن، ما یکی از اون فرهنگی اومدیم که ما الان داریم در مورد موضوع خیلی مهمی صحبت می، خیلی جالبه، ولی فرهنگ خیلی چیز مهمه، ما بعضی اصلا نمیفهمیم که چقدر ما میتونه اثر بذاره این اختلاف فرهنگ، اون چیزی که پدرها به ما یاد دادن و باش بزرگ شدیم و میایم توی مملکتی که دوست برعکسش به اون میگن، توی مملکتی بهت گفتن هر چی بزرگتر میگن تو بعد دیگه چشم اصلا سوال نکنی، بعد میای اینجا که میگن بچه‌ها حرف حق هفتم بزنن، 18 سالش هر کار خواست میکنن، دستشون بلند کنی زنگ میزنن به پلیس. متوجه هستین چی میخوام بگم؟ یعنی واقعا این فرهنگای متضاد، نه فقط متفاوت، متضاد، خیلی واسه ما ایرانی ها سنگین تموم شده. نسل سردرگم بهش میگن. واقعا سنگین نه اونجا نه اینجا. واقعا سنگینه، بخاطر که متضاده. میدونی بعضی اصلا میان یه فرهنگ به یه فرهنگ دیگه یه ذره تفاوت داره. مال ما درست متضاده. ما از اون فرهنگی اومدیم که بزرگتر هر چی میگه تو میگه چش. اصلا سوال نمی کنی. ما تو ایران یادمونه چاقوکش داشتیم، نمیدونم یعنی واقعا با زور خیلی کارا میتونستن بکنن. من یکی از عزیزانم که نمیخوام بگم کی بوده، تو سن 15 سالگی مجبورش کردن ازدواج کنه، گفتن با چاقو سرتو میبری مگه نکنی، یعنی میکردن، یعنی واقعا زور میرفت اونجا، زوره میچربید، تو امریکا اون زور دیگه نده. هم خوبه هم بده، ولی میخوام بگم که ما از اون فرهنگ اومدیم که ببخشید توی این همه چاقوکش رو نمیدونم چی بود و بعد با زورم بچه‌شون رو مجبور کردن کاری که می‌خواستن بکنن به خاطر اینکه بزرگتر بودن، فهمیدن که عقل کامل هستن. و من توی فرهنگی که میگن سن هیچ فرقی نداره، تو اگه ربایی هستی یا تفیز هستی برای خودت میتونی یه چیزایی بدی ولی برای من ممکنه کار نکنه، و حق آزادی دادن، هم خوبه هم بده، ولی اونو دادن. واسه همین یه مقدار آیدنتیتی کرایسیس تو ایرانی ها مخصوصا سنده جوان خیلی بیشتر میبینیم، و هرچی هم میخوان جدا بشن پدر مادر ببخشید قلابشون کرده، این قلاب سخت جدا کردنش.
میگه با احساس و گناه که من همه زندگی من گذاشتم اومدم اینجا و من به خاطر تو ادا کردم به خاطر من. میدونی آدم زورش فقط با چاقو و با حرف زدن معمولی بعضی موقع همه احساس و گناه خودش یه زوری به طرف داری، یه زوری داری بهش چیز میکنی، بهش فشار میاری که یه کاری بکنه با احساس و گناه طرف بازی کردن. آفرین، من اینو با آنها دیدم. So پس داشته میگفتیم که چرا نباید به زور به کسی کمک کرد. یکی که رابطه خراب میکنه، این پاور استراگل باعث میشه که آدم هم دور بشن، باعث میشه که احترام هم دیگه از دست بدین. اون احترامی که دو نفر میتونن برای هم داشته باشن، وقتی خیلی زور میگه ممکن کاری که تو میگی بکنه، ولی یه آدم بد اخلاقی که دیگه احساس نزدیکی به تو نمیکنه، دیگه با احساس کلوزنس نمیکنه، رابطه رو از دست میدی. و مهمتر از همه حق انسان که حق اینه که بتونه تصمیم بگیره، اشتباه کنه و رشد بکنه از اون میگیری. ماها با اشتباه کردن رشد میکنی. من وقتی یه چیزی یاد میگم که بعضی موقع البته هیچ وقت اشتباهی که اشتباه بزرگ نکنه، ولی وقتی یه چیزی یاد میگیرم که حس کنم که یه دردی به ما اومده، مثلا دستم رو آتیش داشتم، دستم سوخت، متوجه شدم، هیچ وقت هیچ که درد بزرگ نکشه، ولی با اشتباه که آدم خیلی چیزا رو تو زندگیش یاد میگیره. و منی که همش بخوام یه کسی رو کنترل کنم یا به زور بگم راه منو برو، حق تصمیم و حق آزادی، حق یادگیری و حق رشد رو از اون گرفتن. طبقا حالا در مورد همه ارتباطات گفتیم، ولی زن و شوهرم نگفتیم. زن و شوهرم همینجوره. یعنی اگر مرد بخواد تعمیل عقیده کنه، من دارم مثلا کریدیت کارت در اختیار گذاشتم، خونه گذاشتم، ماشین، همه چی، ولی من تصمیم میگیرم کجا بریم وکیشن، من میگم شب بادیم مثلا این مهمونی کجا بریم، کی بیاد که نره. تو من ربای من اسفرید، من یه نوار داره، امیدوارم دوستان من یوتیوب گوش کنن، تایتلش اینه، قبلا یه بار اینجا بکنم گفتیم، میگه آی لوف یو شات اپ، میگه من دوستت دارم خفه شو، آقا من که عاشق تو هم، همیشه عاشق گذاشتم، ولی حق انتخاب تو نداری، من برای تو تصمیم میگیرم. یعنی چی؟ این زندگی نشد که. باور کن مردانی هستن اینجا که همه چی در اختیار خانماشون گذاشتن، ولی حق انتخاب رو ازشون گرفتن. نمیشه. متاسفم. ممکنه که به خود احساس کنن که کنترل دارن همه چیز، ولی متاسفانه وقتی حق انتخاب رو یک کسی میگیری کامل، یک ریزنتمنت، یک انگر خیلی ممکن نشونم نده، ولی یه انگر و یه تلخی در درون آدم میمونه و اون رابطه رو بهش صدمه میزنه. بخاطر اون رابطه که میتونه پیر و ساده و قشنگ باشه، دو نفر بتونن خودشون باشن، دیگه نمیتونن داشته باشن. بخاطر اینکه اون قسمت اون شخص رو اصلا تو نمیبینی، بخاطر بهش اجازه ندادی که خودشو پرورش بده، اجازه ندادی خودشو نشون بده، بخاطر که برایش تصمیم گرفتی. پس حالا خیلی خلاصه بگیم بعد این سر مبحث بعدی، یعنی اگر میخوام به یه نفر حتی انتقاد کنید یا میخواین درس زندگی، میخواین کمک کنید، میخواین بهش بفرستینش، شما فقط میتونید اظهار عقیده کنید و بس، نظرتون رو خیلی قشنگ آبرومندانه آروم بگین، ولی اجازه بدید اون خودش تصمیم بگیره. اجازه بدید خودش تصمیم بگیره و نه اینکه ایگنور کنه، نه اینکه دروغ بگه، ولی فشار رو بولی کردن و به زور رو اگه نکنی دیگه من با تو حرف نمیزنم، اگه نه من دیگه اصلا ترکت میکنم. خیلی از مادر این کار میکنن، ترکت میکنم، نه خیلی سالم و خوب نیست برای رابطه که اگه بخواین رابطتون نگه ده، اگه میخواین با بخواین دیگه، اگه نه یه ریزنمنتی همیشه میخواهد بود. اوکی تا اینجا خوب؟ آله بله. خب حالا بریم سر موضوع مهم دیگه. چرا برای مایی که کمک دهنده هستیم، مثلا من که تراپیست هستم کارم اینه که بخوام به دیگران کمک کنم، یا شما که ربایی هستین کارتونه که به دیگران کمک کنی، یا یه مادر خب وظیفه‌شه که مثلا بچهش مواظبت کنه و حتی بیش از حد کمک کنه، درسته؟ ولی چرا اینقدر سخته وقتی که ما حس بکنیم این عزیز ما یا این شخص که میخوایم بهش کمک کنیم کمک ما نمیپذیره؟ چرا اینقدر سخته؟ میدونین؟
چرا مگر ما خواهیم بهش کمک بکنیم ولی این طرف نمیشه ما اینقدر ما اذیت میشیم. ما که مثلا قرار بودی که مثلا کمک دهنده باشیم، ما که اینقدر راه های خوب رو داریم توی قشنگ توی کادر کرده میتونیم به طرف بدیم و یا پس میزنیم، ما چرا اینقدر ناراحت میشیم، ما چرا اینقدر اذیت میشیم؟ مثلا جواب شما بتونم بگم چون ما انگیزه شخصی داریم، یعنی هدف فقط کمک، اگر هدف فقط کمک کردن طرف مقابل من باید در نظر بگیرم، بعد اگر من من میخوام کمک کنم، من تاکید منم دایره رو منه، دوباره دماغ خودم همینجوری میگه آیا نم رابط فریدمن داشت امشا از این حرف زده میگه Are you serving God or God is being served؟ آیا تو داری خداوند رو عبادت میکنی یا خداوند عبادت میشود؟ دوتا شکیه. اگر بگی من دارم خداوند رو عبادت، یعنی تاکید رو منه، من عشق به خدا دارم، من این من ترد، و اگر خداوند عبادت بشه این حرف شما بس بکنم فرقی نمیکنه. اگر ربای موشه تونست کمک کنه عالی، و اگر یه نفر بهتر از من تو اون میره کمک میکنه، درسته؟ برای که هدف کمک کردن به اونه. نه بایی کرد خیلی قشنگ گفت، بخاطر یه جور غرور ما میشکنه. منی که قرار این کار بتونم بکنم، منی که اینقدر قدرت دارم، منی که این همه آدم ها کمک کردم، منی که این همه ریسورس دارم، چه به این شخص نمیتونم کمک کنم؟ یه چه این شخص دست من یه مقدار غروره بود اینجا میشکنه. خیلی قشنگ گفتید، غروره میشکنه. من این همه آدم ها کمک کردم، من این همه ریسورس دارم، right؟ پس یه مقدار به خاطر این اون غرور خودمونه که به قول شما چیز شعبی تکت پرسونال، و دلیلای دیگه هم میتونه باشه که دوست دارم یه مقدار دارم. ولی خیلی شما خیلی قشنگ گفتیم بایی کلا، اول از همه غرور من میشکنه، من میخوام کمک کنم، نه اون باید کمک بگیره، انفصال فکر اون باید باشه، نه آره من. اون باید بخواد که یه چیزی رو بکنه، من اینجا فقط یه وسیله هم. آفرین. و به قول شما اون شخص باید اون زمان و مکان و اون جایی باشه که این کمک منو بگه، این هیچ ربطی به من نداره، not something personal. من ممکنه بهترین تراپیست دنیا باشم، شما بهترین ربای دنیا باشه، ولی وقتی طرف آماده کمک گرفتن نیست چه فرقی داره، right؟ خیلی قشنگ گفته، خیلی عالی بود، قشنگ زدین. این نکته اوله. یه دلیل دیگه‌ش هم اینه که خب ما انسان‌ها مخصوصا مایی که خیلی کر می، این همه کر میکنه، نه که همه کر، ولی مایی که فکر میکنیم وظیفمون کر کردن و کمک کردن و دادن و یادگیریه، خب دردمون بیاد ببینیم یکی دیگه درد میکشه، یکی دیگه در هرت میشه، یعنی واقعا we could feel their pain، که مثلا ممکنه they go to such a pain بخاطر که راه دور و راه سخت و راه دردناک رو دارن میگیره، یعنی واقعا درد میاد، درد اونا ما حس میکنیم و میبینیم، میتونیم ایمجین کنیم، به خاطر اینکه حس میکنیم دردش رو، و انگار درد خودمونه، نمیتونیم جدا کنیم. تا اینا که طرف حاضر نیست کمک بگیریم، ولی بیشتر ناراحت میکنم. من میخوام کمک کنم، درد تو احساس میکنم، چرا نمیخوای کمک بگیری؟ آفرین. و حتی کانسیکونس دردش ما بیشتر دلمون میسوزه که اون درد رو این خواهد کشید تو خودش. مثلا حتی اگه یه پدر مادر میبینن بچه‌ش داره یه ازدواج اشتباهی میکنه، حرف بهش میزنن، متوجه میشه، ولی حاضر نیستن که مثلا دردی که بچه ممکن در آینده بکشه، اینا بیشتر الان حس میکنه تو دردی که بچه ممکن بکشه یا ممکن نکشه. متوجه میشین چی میگم؟ یعنی درد اونا خودشون بیشتر حس میکنن و they assume که the pain is gonna be like what I imagine، به این دردناکه، به این بدی که من فکر میکنم خواهد بود، پس درد خیلی بزرگ خواهد بود. این به صورت مثبت بهش نگاه کردن طرف، آره، ولی بازم باید دیگه خط خودتو ببینی کجاست. آره. از یعنی نمیتونی خودتو جدا کنی، نمیتونی خودتو جدا کنی، ممکنه اون اگر یه چنین کانسیکونسی داشته باشه درد بکشه، ولی اون دردی که اون میکشه و جوری که باش دیل میکنه با من فرق داشته باشه، ولی من نمیتونم نه هم جدا کنم، من خودم از درد طرف، از کانسیکونس طرف نمیتونم جدا کنم، به قول شما میشم کاسه داغت از آش، من نمیخوام تو اون درد رو بکشی، اون خودش دازن که اون درد رو بکشه، شما نمیخواین که اون بکشه، فهمیدین چی شد؟ مثلا نمیتونم دردم رو جدا کنم از طرف، این یه مشکل دیگه هست ماهایی که خیلی سخته بونه که مثلا به زور فشار نه. یه مشکل دیگه هم که هست اینجا همون
برمیگرده به همون غرور، البته یه حالت ناامیدی و منفی بودنه، که یعنی راه من راه درسته، تنها راه همینه، فقط همین الان بعد بشه. یعنی مثلا من حتی خودم نمیتونم ایمجین کنم که آقا جون من دارم به این کمک میکنم، کمک من نمیگه به قول شما در آینده یه جور دیگه، یه چیز دیگه، یه حالت دیگه کمکم میگه. یعنی من ایمان داشته باشه غیر از من و غیر از آلام راه های دیگه وجود داره، من آخرین در نیستم. این برمیگرده به ایمان و امید داشتن. متوجه هستین چی میخوام بگم؟ آره، یعنی من نمیتونم بار همه رو بکشم، من باید بدونم من سعی خودم میکنم، ولی اگر من نه کسان دیگه خواهند بود. آفرین، یعنی ناامید نشین که بگم اگر من نتونستم به این کمکم پس آخر خط. آفرین، به خاطر اونه که ما را اذیت میکنه بعضی موقع. ماهایی که میخوایم به یک کسی کمک کنیم، حتی به یه بچه که میخوایم کمک کنیم، حتی یه ازدواج که فکر میکنیم بچه‌مون داره اشتباه بهش میگه و نمیکنه، وقتی ما انقدر احساس ناامیدی بخوریم، فکر کنیم آخر دنیاه، خب ما بیشتر زجر میکشیم. چون حتی اگه ازدواج بعد بشه فوقش طلاق بگیره دیگه چی میشه؟ آخر دنیا که نمیشه. ولی جوری که ما نگاهمون، اون ناامیدی که ما داریم، این که ما فهم کنم من فقط میدونم و فقط الان میتونم کمک کنم، اون کار برای من، یعنی کار برای منی که میخوام کمک کنم و طرف نمیخواد کمک کنه، یکی منو بیشتر اذیت میکنه. اون جور فکر من. متوجه هستین چی میخوام بگم؟ اینم البته ممکنه ناخودآگاه تو ذهن آدم اینجور باشه، ممکنه خودش هم نبینه، ولی بازم اشتباهه. اشتباه یعنی که ببین، اینی که تو فکر میکنی که فقط تو خدایی و فقط تو میتونی کمک کنی، فقط الان باید کمک کنی، هیچ ارجنسی امرجنسی نیست. چی میشه؟ فوقش هم یه ازدواج اشتباه میکنه، فوقش طلاق میگیره، یه تراپیستی بهش کمک میکنه، یه جای دیگه یه کسی دیگه بهش کمک میکنه، بعد اون موقع بهم میگه من اشتباه کردم، من باید به تو گوش میکردم. حالا داخل پرانتز نمیدونم به این ربط داره، ولی یه جوری ربط داره. اینا باز دکتر هلاکویی بارا میگم و خیلی قشنگه. مثلا خیلی هستن مامور آتش نشانی هستن، نه فقط یه نفر رو، اینا هر جو آتیشه میخوان برن خاموش کنن، یا میخوان هر جو آدم رو برسن بزرگ به بهشت، یا اینا مریضن. یعنی واقعا مثلا من مثلا تو کنیسه میبینم آدم هایی هستن که مثلا باید تفیلا بخونن، اومدن کنیسه دعا بخونن. اوکی، این اصلا فکرش تو دعا خوندن و کتاب خودش نیست، همش فکرش تو مردمه. این مثلا آقای مثلا مهر نمازش میگیم تفیلینش این گذاشته، درست گذاشته، کج گذاشته، این چی کار میکنه، اون چی کار میکنه، کی میاد، کی میاد، و واقعا هم میخواد کمک کنه. ولی الان تو یک ساعتی که تو باید به خودت برسی و از این دعا خوندن یه پیشرفتی کنی، یه بالغ بشی. دعا خوندن فقط روخونی نیست، یک کانکشنیه با خدا، قدرت انرژی بگیری که بتونی با آدمای بهتر کمک کنی، از این استفاده نمیکنه. تو خونم که برن همینجوره، میخواد مثلا هر جا هست، بچهش، دختر، پسر، عمه، خاله، میخواد همه رو کمک کنه. این و هیچ وقت مثلا به نظر من اینا تو زمان حال نیستن، یعنی هر جا هستن فکر یه نفر دیگه هستن. خیلی قشنگ. این بیماریه، نمیدونم چی هست. خیلی قشنگ هم گفتی، کودیپندنسی که ما همش در موردش صحبت میکردیم که به این موضوع هم ربط داره. وقتی که ما همش حواسمونه که دیگری و رفتار دیگری رو کنترل کنیم یا به دیگری برسیم، ولی فوکسمون به خودمون نیست، این کودیپندنسی. به فارسی میشه مهرطلبی. یعنی من همه حواسم و انرژی رو گذاشتم برای بیرون، برای خودم هیچی نذاشتم، اینجا اصلا نگاه نمی کنم، به خودم نگاه نمی کنم، نمی بینم که این کمک کردن من به اونها داره چجور به من ضرر می رسونه، و یه عادتی شده برای من. عادت شده، یه عادتی که من حواسم همش به این باشه که این چی کار کرد، اون چی کار کرد، ولی حواسم به درون خودم نیست، حواسم به خودم نیست. به خودشون نمیفهم چه، به خودم نمیرسم، از خودم مواظبت نمی کنم. یه مشکل یه کسی که زیادی کمک میکنه به دیگران هم همینه، که همون کودیپندنسی خودمونه، به خاطر که اینقدر وزن موقع بیش از حد به طرف میخوایی کمک کنی که خودتو مریض میکنی، خودت تراماتایز میکنی، خودت اذیت میشی، به خاطر هیچی برای خودت نمیذاری، بیشتر از اون قصه میخوای، بیشتر اون درد میکشی، بیشتر از اون شبا تا صبح نمیخوای طرف. باور کن بارها شده، من خودم متوجه شدم، آدمایی هستن که میام پیش شما گریه میکنن، سرشون به در دیوار میزنن، بهش میگه چیکار کن، گوش نمیکنن، هفته بعد میبینیش تو خیابون دارن برای خوششون میگردن، خوششون رو میکنن، به خودشون هم میرسن. ولی تو تمام هفته نگران این بودی. من چه بچه به خودمونم میتونه باشه ها؟ اینو بیماری مرتلبی.
یعنی که من اینقدر فوکسم رو دیگری، من به قول شما من بیشتر از دیگری دارم چیز میکنم. پس این آدم سالم اول باید فکر خودش باشه، بعد میتونه فکر دیگران باشه. اگه من سالم نباشم چگونه میتونم به دیگران خدمت کنم؟ اینا فکر کنم فرهنگ اشتباهی که ما تو ایران داشتیم. اکثر پدر مادرها جون خودشون و زندگی خودشون رو میبخشن علیل میکردن که بچه ها رو بزرگ کنن. ولی دکتر هلاکوی میگه اگر پدر مادر سالم نباشن چگونه میخوان بچه های سالم تربیتشون بدن؟ اگه من خودم رو بکشم خود بچه سالم نیست که. مثلا به بچه چی یاد میدی؟ تویی که همش 24 ساعت فقط نگران دیگران هستی، به بچه چی یاد میدی؟ که وقتی بزرگ شدی فقط فکر دیگران باش و خودت نباش. واو. در حالی که این خودخواهی نیست، انسان با اول به خودش برسه. این سلف کیر بهش میگن، از خودم مواظبت کردن. من نمیگم اتفاقا خیلی خوبه آدم به دیگران کمک کنه، اصلا واسه روح و روان همه چیز آدم خوبه که به دیگران کمک کنه، ولی باز اون حدی که کجا من دارم کمک میکنم، کجا با این کمک کردن از وقت و انرژی خودم رو دارم ویست میکنم، دارم هم خودم اذیت میکنم هم دیگری، اونجا پرابلمه. کمک کردن خیلی خوبه. من نه وقتی که به زوده به یکیسی کمک میکنی یا در مورد کمک میکنی به زود از او یه چیزی میخواد. یه چیزی در مورد کودیپندنسی خیلی ها نمیدونن، اون حالت منیپولیشنشه. بیشتر آدمایی که کودیپندنسن اون محبت و عشق رو میگیرن که یه به قول شما از روی خودخواهی خودشون بگیرن به زور. نمیکنن فقط به خاطر اینکه میخوان محبت کنن، میکنن طرفو میخوان منیپولیت کنن که به زور یه چیزی بکنه که یه سس قوری کنن دیدی من کردم. اون اشتباهه. تو بکن به خاطر اینکه طرف حتی کمک خواسته. قشنگ‌ترین کمک ها وقتی که یه نفر دعوا میکنه میگه به من کمک کن و شما بهش کمک کنی، نه که به زور بی بشه کمک کن که خودش نمیخواد. اون کوچیک کردن انسان هاست. وقتی خودش میگه من کمک نمیخوام، به زودایی بشه کمکی رو میکنی، اون حق انتخاب ازش داری میگه، یه جور حالت کنترل به قول شما. خیلی ظریفه، میدونی دلیکیت میگم به انگلیسی. باید این نفر بیشتر قشنگ بسنجه، متوجه باشه کی مهر طلبیه، کی واقعا کمکه، کی باید دست بکشم، کی واقعا بیشتر کمک کنم، کی به خودم برسم، کی به خانواده خودم اول برسم، بعد به غریبه، بعد بعضی وقتا اول به دیگری برسم. این آسون نیست. ولی یه چه خیلی معلومه، وقتی که آدم خودش احترام خودش رو داره و احترام دیگری داره، نه اجازه می کسی حقش رو بخواد به زور بگیره ازش، نه حق کسی به زور ازش میگیره. وقتی که شما احترام خودتون رو دارین، احترام دیگری دارین، وقتی یه طرف به تو میگه با اینو نمیخوام بخوام یا من اینو نمیخوام، به زور نمیگه نه این برات خوبه باید بخوری. ساجس میتونی بکنی، من خوردم برای من کار کرد، ولی نمیتونی بگه این خیلی خوبه تو باید بخوری، به زور باید بخوری، بخور ببین چیه، ببین چقدر خوشمزه است. تو من تو یشیوا آکادمی تورا دانشگاه اونجا که بگیم به اصطلاح یاد گرفتم، میگه خداوند انسان کنار رودخونه میاره، ولی خودت با قاشق و برداری بزنی آب بنوشی، آب دهنت نمیکنه. 100%. خیلی قشنگ، چقدر قشنگ بهتون یاد دادم، خیلی قشنگ گفتی. این حرفیه که خیلی ها میزنن، همیشه همه جای دنیا کمک دهنده و معلم وجود داره اگه بخوای چیز یاد بگیری، اگه واز باشه که بخوای یاد بگیری. یعنی مثلا اگه کسی یه چیزو بهش میگه نمیگه نه که نمیدونه یا فکر نمیکنه که احتیاج به کمک، آمادگیشو اون موقع به هر دلیلی نداره. خب بگذاریم طرف سرش به سنگ بخوره، سقوط کنه، بره تا قهقرا، بعد بکشیش بیرون، آدم دلش میسوزه میدونی. نه من هم نمیگم دل آدم میسوزه، ولی وقتی یه آدم بزرگ که من شما نمیتونیم باش تصمیم میگه بیشتر سخت هم که نمیتونیم باش باشیم. پس حرفی که من همیشه میزنم و اتفاقا خیلی جالب شما در مورد یه حرف زدی، من میخواستم در مورد یه نوع تراپی که بهش میگم موتیویشنال تراپی. اینترویو دست بکنه، موتیویشنال اینترویو یه اویدنس بیس کانسلینگ تئوری هستش که خیلی از تراپیست ها اسپیشالتی شونه، بعضی موقع اینو استفاده میکنن برای کلاینت هایی که خیلی ریزیستنس دارن، یعنی کلاینت هایی خیلی سخته باشون دیر کردن که نمیخوان عوضشن، یعنی میخوان عوضشن ولی نمیتونن عوضشن، مقاومت میکنن آفرین آفرین.
It's called motivational interview. اولین چیزی که وقتی شما میخوای اینترویو بهتون یاد میده اینه که چقدر مهمه که شما با طرف همدردی کنید. بشنوینش. دردشو بشنوین. قبل از که بهش بخوایم به زویش سو بگیم بفهمیم دردش چیه؟ چه خبر تو دلش؟ احساسشو درک بکنی بدونی که کجا هست. دومین چیزی خیلی امفسایز میکنی اینه که بهش کمک کنی مثلا قدرتاشو بشناسه. قدرتایی که قبلا بهش کمک کرده رو بشناسه. اسکیلایی که بهش کمک کرده، جاهایی که تو زندگی موفق بوده، اونو بهش کمک کنی. بعد تازه بعد از که همه این کار رو کردی، اون موقع تازه شروع میکنی واز کردن به اینکه چی باعث میشه که تو نخوای عوض شی. ما بیشتر اینو برای دراگ اند الکول ابیوز استفاده میکنیم. چی باعث میشه که نخوای بکنی؟ اگر با عزیزانی که دراگ و الکل و any kind of eating disorder هر چی نگاه کنین که کار میکنم متوجه میشین بیشتر عزیزانی که مثلا دراگ و الکل یوزن there's a good reason they're using it. بخاطر که دردشون رو آروم میکنه. self medicate. شما میرین از این میگیرین بعد ولش میکنی میگه دراگ نکش نکش تمام شده ولی نمیدونه که این دراگ کشتن اینو نگه داشته اینو زنده نگه داشته قبل از اینکه شما یه چیز به این بدین نمیتونین از این بگیرین مثلا خیلی مهمه که باهاش صحبت کنین این چیکار برای تو میکنه چرا برات سخته که عوض بشی این البته یه نوع تراپی ما هممون نمیتونه خیلی پیشنت میخواد خیلی بعد باش بشینی خیلی ترین ببینی خیلی کار آسونی ولی یه حالت پرابلم سالوینگ باش انجام بدی که چی باعث میشه که نتونی این کار کنی تو فکر چی میگذره چه یعنی خیلی صاف خیلی جنتل می تو درون یارو و کمکش میکنی یواش 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 که بدونه بدی این دو تا کانفلیکتی که داری تغییر به وجود بیاد واقعا خیلی قشنگ اینو بلشم تو حدود 250 سال پیش اینو توضیح میده میگه خداوند میگه شما دستاتونو دراز میکنه به من مثلا احتیاجات منو برآورده کنه مریض داره مشکلی داره میگه صدقه میدین دعا میخونید ولی میگه من گوش نمیکنم چون دستاتون پر خونه میگه چرا یکی از معنیاش اینه که طرفو احساس نمیکنید یعنی کمکش میکنی ولی هیچ احساسی به اون نداری دامیم به عبری حالتون دوستان میخوان یادم بگیرن عبری هم یاد بگیرن بد نیست دامیم هم معنی خون میده بلاد و هم دام معنی پول و اینا میده مثلا پول مردم خوردن هر چی اینا ولی توضیح که لابلای این برش میده همین حرف شما بیش از اونی که من بخوام به این نفر $10 $100 $1000 به دلار بدم اینه که من اونو درکش کنم احساسش کنم این پله اوله خیلی مهمتره و خیلی مردم آقا من $1000 یه میلیون میدم ولی طرف این نمیخواد داری خوردش میکنی احساسش کن درکش کن و یه سی بهتون بگم من this is my experience من I'm a trauma خیلی من با trauma کار میکنم خیلی با anxiety کار میکنم یکی از دلیل مهمترین دلیل هایی که آدم ها کار درست و حتی اون چیزی که میدونن درست انجام نمی کنه ترسه ترس وحشته هم ترس برای خوشبخت و خوشحال شده هم ترس از اینکه بدبخت و بدبختر شده ترسه ترس خیلی قدرت بالاییه. مثلا من کی هستم که تو قضاوت کنم به خاطر یه تصمیمی که نمیخوای بگی یه کاری که نمیخوای بکنی. به خاطر که من جای اون نبوده. من نمیدونم چه اکسپرینس هایی داره. اگه من به طرف میگم این کار درسته برای تو بکن. اگه من به تو میگم بیا فلان جا زندگی کن یا فلان کار کن. من نمیدونم تو فکر اون چی میگذره. من نمیدونم ترس های اون چیه. من نمیدونم اکسپرینس های اون چیه. مثلا من این حق تصمیم رو برای طرف ندارم به خاطر که خیلی چیزها ممکنه برای اون اتفاق افتاده که بهش میگه که این کار درستی نیست یا الان درست است یا هرچی نمیدونم ولی موضوع اینه که آدم باید درون طرف رو بشناسه قضاوت نکنه پیش خودش هم نگه همیشه کار من و حرف من درسته بیشتر یکی از چیزهایی که باعث میشه آدم ها عوض نشن حتی کار درست رو نکنن ترس موفق شدن و ترسی که بدبختر شدن دوتاش بعضی اصلا از خوشبخت بودن و خوشحالی و موفق بودن میترسن واقعا میترسن اینم یه چیز قشنگی تو ذهنم اومد بگیم تو میخوایم درسای مثلا تازه هم یاد بگیرن البته همش برای ما تازه است قدیما البته دوره من شما نمیخوره مثلا پدر بزرگای ما همون عمومی بوده درسته همه تو خونه شون همون نداشتن بیچارا میافتن همون عمومی یه کسانی بودن لونگ داشتن مثلا میمدن با لونگ یه چیز قرمز مثل حوله قرمزنگی بوده
و اینو مثلا میزدن پشت طرف تق صدا میداده و این مثل حالت ماساژ امروزه است. ولی قبل از این کار انجام بدن رو طرف آب گرم میریختن، یه تش میگرفتن آب میریختن، بعد که میزدن میچسبید. ولی اگر آب نمیریختن پشت طرف، طرف خشک بود، اینو که میزدن میچرزید و دردناک بود. میگه اگر نمیخوام بیا نفر انتقاد کنی نه، یا بخوام مثلا سازندگی از بگی آقا من میخوام برات کمکت کنم، اول گرمش کن. یه دفعه نه آیدیا بده، عقیده بده، نه چیز کن، باید باید همدردی کن، یه داستان برایش تعریف کن، بشین باید سر صبح یه نهاری با هم بخورین، دوست بشین، آشنا بشید، گرم که شد بعد میتونه حرفت خریدار باشه. یه دفعه نه یا دنگی بزن، خیلی اصلا میخوان هر جا برن اظهار نظر کنن، نمیدونن، نمیشناسن طرف ها کی هست کی نیست، فقط میخوان کمک کنن. کمک کردن عالیه، ولی یه موقع باید ببینی کی و کجا این کمک کنن. آفرین، با کی داری حرف میزنی؟ اصلا حرفت بشناس که داری باش حرف میزنی. نه و میگم بعضی موقع خیلی قشنگ شما گفتی، قشنگ زدیم به پوین وسط سشن. بعضی موقع است ما برای خودخواهی خودم داریم کمک میکنیم، یعنی ما میخوایم این طرف این کار بکنه ولی طرف برش آماده و کار انجام دادن نیست. پس غیر از این که ما وقت ما طرف میکنیم به خود داریم قصه کسی رو میخواییم، اون طرف هم داریم بهش یه جوری خودمون ممکنه اگه خیلی فشار بیاریم دور کنیم. خیلی پدر مادر هست بچهشون به خاطر این دور میشن، به خاطر که به زور میخوان حرفشون رو به قولشون به زور میخوانشون کمک کنن، به زور میخوان حرفشون رو به کرسی برسونن، به زور میخوان میگه من یه درستی میدم که تو نمیدونی، و بچه آمادگی شنیدن نداره. مثلا این بچه ازش دور میشه. خیلی از بچه های ما الان حرف با پدر مادرشون نمیزنن، میگن نمیفهممون حرف، نمیان به غریبه میزنن، به جای اشتباه میزنن، میان یه جاهایی که نباید برن. مثلا این خیلی 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 مهمه که آدم رابطه ها رو بتونه سالم نگه داره. هیچی مهمتر از رابطه نیست. رابطه که بتونن دو نفر با هم احترام بذارن، بتونن همدیگر اپریشیت کنن، برای هم سپیس داشته باشن، بخواه همدیگر بفهمن، بخواه همدیگر متوجه وجود همدیگه باشن، فقط حرف من میره نیست. تون در مورد helping the right way، طریق درست کمک کردن رو صحبت میکنیم، یا به اصطلاح گفتیم مردم بازور به بهش نپرسن. هارمبام که یه دکتر بوده، فلسفه‌دان بوده، تو دربار مصر هم بوده، ببین فکر کنم یک پادشاه مشورت اینا میداده، یه لایف کوچ فکر کنم مثلا پادشاه بوده، میگه بالاترین درجه کمک کردن میدونین چیه؟ ما آمریکایی‌ها میگن مثلا به یه نفر ماهی بدی غذا یه روزش رو سیر کردی، ولی اگر فن ماهیگیری رو بهش یاد بدی غذا یک عمرش رو بهش دادی. میگه بالاترین درجه خدمت اینه که انسان مثلا این نفر میخواد وارد جامعه بشه، سر بین سرا در بیاره، یه لون قرضی بهش بدی یا شریکش کنی، کمکش کنی بیزینسی باز کنه که بتونه روپای خودش وایسه و با افتخار کار کنه، نه که مثلا حالا مثلا یه کاری براش مثلا پیدا بکنه بعدم منت سرش بذاره من بودم که کار پیدا کردم. اگر تو کنار خیابون خوابیده بودی بعد با بعضی اینجوری میگم مثلا عروسی میگه من این دختر برای تو پیدا کردم، من کی حاوش زن تو بشه، این طرف خیلی احساس پوچ و خوردی میکنه. باید با یه حالت بگن کابود ریسپکت احترام به هم نو کمک کرد. و من بعض وقتا صحبت میکنم تو کنیسه یا جایی که میرم، بعضی ها دوستان اینو بد میگیرن ولی من نیت خوب دارم، حالا هر کی بخواد بعد برداشت کنه بکنه. میگم الغانیان ماننده که ما تو ایران داشتیم که کار آفرینی میکردن، چون هدف اینجا عمل اکشن، حالا بعد از همه صحبت های روانشناسی و این برون وقت کردیم، به نظر من the main thing is action، همه حرف های فلسفی قشنگه ولی وقتی تو عمل اومد، الغانیان ماننده مثلا پاساژ پلاسکو زد، چقدر به ایران جامعه خدمت کرد، اون برام سرش آوردن اعدامش کردن که جای خودش داره. ولی چند تا از این الغانیان ما تو لس آنجلس داریم که واقعا میتونن کارآفرینی کنن. بعد از این کووید ما آدمایی داریم تو جامعه که میتونن مثل الغانیان کارخونه بزنن، ریال استیت باز کنن، جوونا رو سر کار بذارن، جامعه ما رو شکوفا کنن، ولی اکثرا فقط فکر پیشرفت شخصی خودشون هستن و این خیلی منو ناراحت میکنه. و من با مثلا با بچه‌ها که صحبت کردن که دنبال کار ریال استیت اینا میگردن، یه ترمینولوژی یا لغتی استفاده میکنن، خود ریال استیت من گفتن که واقعا منو اصلا سوزوند، یعنی واقعا اشک ما در آورد. گفت جوانای بیچاره ما رو میگیرن بهش میگن مدرن اسلیوری،
یعنی بردگی مدرن. این بیچاره رو میذارم تو آفیسشون اصلا 9 تا 5 بعد از اون یه تلفن میده آقا زنگ بزن تا یه دری به تخته بخوره، یه لید به این آقای پولدار بدن، یه چی گیرش به کمیشن هم این برداره. ولی دلشون نمیاد که مثلا جوانای ما رو بگیرن راه و چارشونشون رو بدن، چند ساعت تلفن بزن، چند ساعت هم کار یادش میدن که تا هم بتونی روپای خودت بیستی. ببین من شما وایسن توی آفیس صبح تا شب زنگ میزنه به سر آدم. ببینید این نوع کمک کردن ها جامعه ما کم داره به نظر من. خیلی قشنگ گفته. این یه حالتی خودخواهی داره. هم برمیگن به حرف شما که من کمک میکنم به یه کسی، فهم میکنم دارم کمک میکنم برش کار ساختم، ولی فقط بنفیتش برای منه، هیچی برای خودش وقتی از اینجا 2 سال دیگه رفت برای خودش نمیبره. و دوباره برمیگردیم به اون طرف، آدم با خودش با خودش یکی باشه. این کاری که من دارم میکنم به خاطر طرفیه، برای منه، برای خوبی اونه، برای خوبی منه، یا برای خوبی دوتا مونه. وقتی من یک کسی میام برای من کار کنه، حالا اگه نمیخوای خوبی طرف بخور جهنم، ولی حداقل آدم منصف به دوتا مون فکر میکنه. و یه سری بهتون بگم، این خیلی جالبه، الان شما این چیزی که گفته یه لغت خیلی مهمی تو مغز من رو بود که خیلی مهمه، enable کردن. این لغت تا حالا شنیدی؟ به فارسی نمیدونم بهش چی میگن، enable کردن، enabler. یعنی توانا کردن یه نفر، یعنی که ناتوان کردن یه نفر. ناتوان برعکس توانایی، ناتوان یه جور به شما وابسته بشه که بدون شما نتونه زندگی کنه. همون میگه مادرن اسلیوری، یعنی بردگی مدرنه. من نگفتم، خودشون میگن رایت. ولی به امریکا یه اسمی هست بهش میگن انیبل. یعنی چی؟ یعنی من یه آدمی رو کمکش میکنم یه جوری که بدون من نتونه زندگی کنه، right؟ و تو این رابطه یه حالت ضعیفی و ناتوانی بکنه و کار خودشو میکنه، منم بهش کمک میکنم تو همون ضعیفی و مریضی و هر جا که هست بمونه. کمکش نمیکنم بالا پر بگه، کمکش نمیکنم که بتونه خودش بگه، کمکش نمیکنم که یاد بگیره یا تصمیم بگیره. و این پروگرام های کودا الانان که من قبلا دارم داشت رو بد کردیم، عزیزانی هم که اونجا میمونن خودشون آدم هایی هستن که به قول شما ها یا اعتماد به نفس ندارن، یا که فکر کنند that's all they deserve، که میترسن بالو پر بگیرن، یعنی میخوان که یک کسی بهشون کانستنتی بگه به قول شما زیر دست یکی باشن. اینا من میدونم، شما میدونن، هر کسی که بخواد یه چیزی یاد بگه چقدر راه برای یادگیری هست. درست، این هم هست، هر دوتا شد. واقعا اینو باز کردین شاید یه بحث خیلی قشنگی باشه. قدیما به نظر من، حالا وقتمون گذشت یک سوالی چند دقیقه، بحث خیلی قشنگی، چون قدیما به نظر من، البته شاید اشتباه میکنم، خود نظر شما رو بپرسم، تو ایران میخواستن مردم تو فقر باشن، فقر فکری، چه ربایش چه بزرگترا، چرا؟ برای اینکه اگر تمام دانشو بهشون میدادی که به تو احتیاجی نداشتن. میخواستن بدبخت و بیچار و فقیر باشن که رو اینا حکم فرمایی کنن. ربایش گرفته، چه نمیدونم رئیس جمهوره، چه دولتمند، چه شهرداره، چه معلم، هر کسی. هیچ کس نمیخواست به اون صورت کلی داریم میگه با که مردم ما یه جوری بسازن که از منم برن بالاتر. واقعا من دیگه حتی ببینید، حتی میترسن که ازشون برن بالاتر. میدونی چی میخوام بگم؟ میترسیدن، یعنی کامپیتیشن و یک حالت های کامپیتیشنی بود. شاید به همین خاطر اجازه نمیدن که مرد و خانوم ها کار کنن. الان من با اکثر مرد اینجا که صحبت میکنم میگم میدونی بدبختی چه، چون اینا زن ها میرن اینجا سر کار، میگم خب زن ها برن سر کار، دارن پولم میارن، باید خوشحال باشی. میگه نه اینا دیگه چیز، تو ایران خوب بود که زن ها کار نمی کردن. خوب بود به خاطر مرد غرورشون حفظ می شد، به خاطر اینکه خانم ها بهشون وابسته بودن. هم شد یه آدم ببخشید ضعیف متاسفانه وابسته به یه نفر بود که یا برای دقیقه التماس می کرد 2 دلار به من بده، 5 دلار به من بده، 6 تا. خب غرورش رو حفظ می کرد. این غرور خیلی چیز مهمیه ربا شما. این ایگوی آدم خیلی میتونه آدم رو جای بد ببره، هم خودش هم دیگران رو، هم میتونه به خودش دادن بزن به دیگران. واقعا میدونه به خانوما متاسفانه چقدر کوچیکشو میکردن، بهشون چی میگفتن؟ ضعیفه. اگزکتلی. نه میگی میگفتن معنیش همین دیگه.
فکر کنم ضعیف میخواستن مرد آره دیگه. نه میخواستن ضعیف باشن که روش حکم فرمایی کنن. من تماس اکثر ایران مرسالاری بود ما در مورد پولدار و بیپول صحبت کرد، در مورد مرد و زن صحبت کرد، ولی چیزی که تو امریکا میبینیم برابریه. من اگر پول دارم، اگر بی پولم، اگر درست خونم، اگر ربایم، اگر کوچیکم، اگر بزرگم، اگر نمیدونم 2 سالم، اگر 5 سال، هممون حق زندگی، حق اشتباه، حق زندگی داریم. فقط به خاطر اینکه من مثلا بزرگترم، کوچیکترم، پول دارم، زنم، مردم، این نمیتونه باعث نمیشه که تو من کمتر انسان بدونی یا به من بگی من حق اشتباه خودم رو ندارم. پس باید خاطرم بگیم همه حق انتخاب دارن، همه برابری. حتی اگر من مثلا خیلی هستم ممکن تراپیست نباشم، من از من خیلی بیشتر بدونن در مورد یه چیزایی، در مورد یه چیزایی من ممکن بیشتر بدونم، ولی من آدم بهتری نمی کنم. من هم حق تصمیم برای ایشون رو ندارم، همجور که ایشون حق تصمیم برای من نداره. واو، حالا اینا گفتین تو تورا میگه خیلی قشنگ، میگه دکتر فقط اجازه شفا دادن داده به رب و یه رب. دکتر نمیتونه قطع امید از مریض کنه. ببین شما اول برنامه خرف خیلی قشنگ زدین، گفتین نگاه ببین من اینجوری ام، ولی ممکن مثلا این نفر از من مثلا بهتر بفهم، یه چیز بهتری بدون درست هم تواضع شما رو میرسونه. دکتر واقعی هم دکتریه که بگه آره من سعی خودم کردم، این تا اینجا عقل من اینو میگه، ولی ممکن نفر دیگه بهتر. ولی اگر اومد دکتر تصمیم میگه آقا این دیگه تمومه، باید سیمشو بکشید، نه خیلی بودن رفتن تو کما، از کما اومدن بیرون، درست یا نه؟ همه قطع امید کرده بودن برگشتن. داستان است که واقعا ما دیدیم دکتر باید بدونه فقط اجازه شفا دادن داده، تموم شد رفت. یه نفر میخواد به یه نفر دیگه کمک کنه، تو فقط اجازه اظهار نظر داری، تصمیم گیری اون باید بگیره. این هر کس باید فکر کنم لیمیت خودشو بدونه. لیمیت خودشو بده و نخواد کسی رو ناامید کنه یا بهش بگه که راه منه یا هاوی، ایت ایز مای وی اور هاوی، یا من چیزی که من میگم یا بدبخت بیچاره میشه آخر دنیا میشه. درست. اونم میرسه به تواضع، شما غرور، کسی که غرور داره، دکتری که غرور داره یا انسان که غرور داره این گونه میگه، ولی کسی که تواضع داره قشنگ صحبتش میکنه، ولی تعمیل عقیده نمیکنه، اوپن هست، تواضع داره. من میگم ممکنه من این نظر منه، ولی اگه تو چیز بهتر میدونی یا نالج تو چیز میگه، تو چی فکر میکنی، تو فکر میکنی چی کمک میکنه، میخوای با یکی دیگه صحبت کنی، شاید یکی دیگه ایسه بدونه، به جای که تو به خودش بگه بر بخور، یا اینکه بگه بابا یارو دیگه اصلا هوپلس کیس و دیگه بدبخت شده بیچاره شد. من تو 12 قدم یه حرف خیلی جالبی میزنم، وقتی که یه نفر توی 12 قدم مثلا خیلی مشروب داره میخوره، نمیخواد به خودش کمک بکنه، خب آدمایی که تو 12 قدم هستن خیلی به خاطر موضوع ناراحت میشن. سو یه حرفی که میزنم میگه all you could do for that person is pray. توی 12 قدم میگه تنها کاری که میتونه بکنه دعا کن که راهش رو پیدا کنه. همین، بخاطر که تو که خواستی بهش کمک کنی نتونستیش، نمیدونم به راه و چاره که بلده بره نمیخواد بره، فقط برش دعا کن که راهش رو پیدا کنه. حرف شما رولوباوی چه میزنه خیلی قشنگ. میگه مثلا یه موقع با یه نفر صحبت میکنید، طرف به دلش نمیزنه، هرچ آقا چرا تو حالیش نمیشه، من که تو با جونه داره میگم. میگه میدونی چیه؟ میگن سخن کز دل برایت لاجرم بل. اگر تو واقعا از ته قلب صحبت میکردی به اونم میرسید، ولی چون انگیزه شخصی داشتی نه، میگه چیکار کن، یکم دعا بکن، یکم تعلیم یه چیزی بکن، نه بار کن که شاید به گوشی اون برسه. پرابلم توی نه اون، ما فکر میکنم اگر من هرچی صحبت میکنم به این نمیرسه، منم And also بعضی بقاها شاید اونها یه چیزای دیگه میده که ما در شما نمیدونیم. حالا شما باور کن خیلی موقع هست ما همه داستان رو نمیدونیم، هزار با اتفاق افتاده. اینو من یه فکر میکنم همه داستان رو میدونم، تا وقتی که یه مدتی میگذره با کلاین میشنم تازه میدونم اما مایکا یه چیزی که به این بزرگیش این به من نگفته. خودش میدونست ولی به من نگفته. آره نمیگم، بعضی وقتا خیلی دوستان نمیگن همه چیز رو ما نمیدونیم، ما همه داستان رو نمیدونیم. مثلا ما حق قضاوت دیگری رو نده، ما همه داستان زندگی مردم رو نمیدونیم و حق قضاوت نده، حق تصمیم گیری برای هیچ کس نداریم. میتونیم کمک کنیم اگه کمکمون رو بخواد، ولی حق قضاوت رو نداریم، حق تصمیم گیری ما نده، ما همه داستان رو نمیدونیم.
واقعا منم اولا که مثلا ربای شده بودم واقعا ساده بودم، حالا ما شیرازی ها بودم شیرازی کلا ساده هم هستن. یه بار یه طرف مذهبی به اصطلاح مذهبی اومد گفت آقا برادرم پول منو خورده، این چه مذهبیه، کلا سرش میذاره، چه خداپرستیه. راست میگه آدم درسته. بعد که با اون صحبت کرد اون آقا این دروغ میگه، اون پول منو خورده. بنابراین ما هیچ وقت گول حرف مردم نخورید. مردم باور کن اینقدر قشنگ میان باهاتون صحبت میکنن جدی، میگن واو خدا. ممکن آدم حق باز رو یا بعضی همه چیزا رو به شما نگه، پنهان کنه. بنابراین ما حق به خور شما خیلی قشنگ، حق قضاوت نداریم، فقط صحبت اون میکنیم، نهایتا خودش تصمیم میگیره. تموم شد. خیلی هم خوب، به انتهای برنامه رسیدیم و پس کسی رو با زور به بهش نفرستین دوستان تا اطلاعی سانوی به خود انرژی رو بیش نکنیم، فکر نکنیم خودتون ممکنه به من اون نمیده. با خانم دکتر ربیزاده بودیم، فریبا ربیزاده، 424-295-09-09-424-295-0909. خیلی ممنون از این که خیلی قشنگ ساده به قول دوستان میگن اینجا خانم دیان چه بیان شیرین دارید، احسن، خیلی قشنگ بود. امیدوارم که دوستان اینو به اشتراک بذارن، خیلی قشنگ بود که باور کن زندگی خودمون هم بهتر میشه، نه فقط دیگران ها، دیگه خودمون هرس کمتری میخوریم و برای همه خوب خواهد. صد درصد، بخواد که انرژیمون ویست نمیشه، میتونیم به اون کسی که کمکمون رو میخواد واقعا کمک کنیم یا به خودمون کمک کنیم، به جای اینکه بزور بخوایم یه کسی که بهمون بی احترامی میکنه، قدر حرفمون رو نمیدونه، انرژیمون رو ویست کنیم. خیلی ممنون، تا برنامه دیگه همه رو به خدا بزرگ میسپارم، شب روزتون خوش. خیلی ممنون ربای و خیلی ممنون از عزیزانی که با ما امشب بودن. به امید خدا دو هفته دیگه هم دیدار ببینیم. بازم تشکر. خدافظ. دوستان عزیز خیلی ممنون، برنامه خیلی قشنگی بود. تا برنامه بعدی همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم، شب روزتون بخیر. برنامه رو به اشتراک بذارید.